سلام دوستان، با یه برنامه این دیگه از حاشیه با شما هستم. در این برنامه قصد داریم به بیوگرافی علیرضا بیرانوند بپردازیم، پس تا پایان ویدیو همراه ما باشید. رضا بیرانوند متولد 30 شهریور 1371 در خرم‌آباد می باشد. فرزند اول خانواده است و 4 خواهر و 1 برادر دارد. به گفته خودش در خانواده عشایر که وضع مالی نسبتاً ضعیفی هم داشتند به دنیا آمده است و از کودکی علاقه بسیار زیادی به ورزش و فوتبال داشته. علیرضا بیرانوند زمانی که تنها 15 سال داشت بدون اطلاع خانواده خود به تهران آمد و به طور اتفاقی در اتوبوس با آقای فیض مربی تیم وحدت آشنا شد که او بیرانوند را به تیم خود برده و پس از 1 سال علیرضا بیرانوند توانست به تیم امیدهای نفت تهران راه یابد و کم کم به علاقه خود نزدیک و نزدیکتر شد. ممنون میشم کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید تا از ویدیوهای ما جا نمونید. البته ناگفته نماند که در طی 2 سال اولی که به تهران آمده بود بسیار سختی کشیده است. او در برنامه ماه عسل داستان زندگی خود را اینطور گفت که حدود 1 ماه در میدان آزادی میخوابید و چون جای خواب نداشته پس از تمرین در کارواش و رستوران کار میکرد. او همچنین رفتگری را نیز تجربه کرده است. بیرانوند تنها زمانی که 18 سال داشت با دخترعمه خود ازدواج کرد که حاصل آن ازدواج 2 فرزند به نام های تاها و باران است. او همیشه اعلام کرده یکی از دلایل موفقیت های من زود ازدواج کردنم بود، چون پس از تمرین وقتی مجردها به خوشگذرانی می پرداختن و حاشیه ساز می شد من به کنار همسر و فرزندان خود که منتظر من بودن می رفتم. او همیشه گفته همسرم باعث موفقیت و پیشرفت من بوده است. از سال 87 تا 91 دروازه‌بان تیم جوانان نفت بود تا اینکه در سال 92 وارد تیم بزرگسالان نفت شد و توانست در سال اولی که در این تیم به دروازه‌بانی می‌پردازد همراه با تیمش به مقام سوم تیم لیگ برتر برسد. در سال 94 با قرارداد 2 ساله به تیم پرسپولیس پیوست و در سال 95 قرارداد خود را تمدید کرد و تا سال 99 در تیم پرسپولیس ماندگار شد و با این تیم افتخارات زیادی کسب کرد. یکی از اتفاقات جالب زندگی او ثبت شدن نامش در رکوردهای کتاب گینس برای بازی جام جهانی مقدماتی ایران و کره جنوبی بوده است. یکی از بزرگترین افتخارات علیرضا بیرانوند حضور او در جام جهانی روسیه بود که او دروازه‌بان تیم ملی ایران بود و با 2 گل خورده توانست بهترین دروازه‌بان تاریخ ایران در ادوار جام جهانی لقب بگیرد. او همچنین توانست در بازی مقابل پرتغال پنالتی کریستیانو رونالدو را نیز مهار کند. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک و کامنت یادتون نره. مرسی که تا پایین ویدیو همراه ما بودید.